لیلا، بیشترین چیزی که نظر تو هفته اول جلب کرد چی بود توی استرالیا توی مهاجرتت؟ به نظرم لبخند آدم ها بود. خیلی برام جالب بود که انقدر لبخند میزنن. باز شنیده بودم که مثلا خیلی مهربونن و لبخند میزنن، ولی وقتی آدم میبینه حسش خیلی متفاوته، از نزدیک تجربه میکنه. اینکه همه آدما میتونه آدمی باشه که باهاش سر و کار دارید، مثلا کارمند بانک، کارمند مثلا سنترلینک، یا میتونه یه آدم غریبه تو خیابون باشه، همشون لبخند به لب دارن. خیلی بعیده که نگاهت به نگاهی گره بخوره ولی یه لبخند در پاسخت نباشه. خیلی واقعا بعیده. لبخندم الزاما یه لبخندی که از ته دل باشه نیست و به نظر من اصلا اهمیتی هم نداره. مثلا یه کارمند مگه منو چقدر میشناسه که بخواد لبخند از ته دل بزنه؟ انرژی مثبتش به آدم میرسه. 100%. همون لبخندی که شاید مظلومیت باشه، انرژی خیلی مثبتی به آدم میده. آره. اون کاملا تو ذهن من اون انرژی مثبت مونده و سعی کردم ازشون رو یاد بگیرم واقعا. دقیقا. برای من نگاه کردن به مردم، به هم دیگه، این که توی ایران خب ما کلا زیاد به هم دیگه نگاه میکنیم، ولی توی استرالیا حداقل تجربه که ما داشتیم و خیلی های دیگه و واقعا همین اتفاق داره میفته، این که آدما به هم نگاه نمیکنن. یعنی مثال میزنم، شما میرین توی مترو میشینین، سوار رو صندلی میشینین، نفر روبرویی به هیچ عنوان امکان نداره با شما یک بار چش تو چش کنه و نگاه کنه به شما. و این برای من خیلی خیلی جالب بود که آدما اصلا اینجا به هم دیگه اونجوری نگاه نمی‌کنن، چون حس می‌کنن که نگاه مستقیم پرایوسی یا اون در واقع خلوت هر آدمی رو به هم می‌زنه، برای همین کسی نگاه نمی‌کنه. دیگه چی لیلا؟ دیگه اول میتونم یه نکته اضافه کنم به اون نگاه کردن. مثلا اینجا برای من هنوزم خیلی جالبیه وقتی در یه خونه بازه، در حیاطشون بازه و کسی از کوچه داره حرکت میکنه، امکان تقریبا نداره که توی حیات اون خونه رو نگاه بکنه. و مثلا من شخصا هنوزم وقتی که دارم از خیابون رد میشم، اگه در یه خونه باز باشه مثلا حیاتش معلوم باشه، هی باید به خودم یادآوری کنم یه وقت توی حیاتش رو نگاه نکنی. آخرش هم نگاه میکنم. آره. خیلی از اوقات نگاه میکنم، مخصوصا اگر صدای بچه بیاد از اون حیات، چون حال خودمونم بچه داریم، مثلا میخوام ببینم تو حیاتشون چه اسباب، چه وسایلی برای بچه گذاشتن، چه جوری دارن سر بچه‌شون رو تو حیات گرم میکنن. حالا کنجکاوی نمیدونم، فضولی فکر میکنم باشه بیشتر کنجکاوی، ولی متاسفانه آره دیگه یه نگاه ریزی شاید بندازم که مثلا دارن چی کار میکنن. یه چیز دیگه که نظر من خیلی جلب کرد، حالا سوالی که پرسیدی، شنیدن کلمه ساری بود که اینجا چپ میری میگن ساری، راست میای میگن ساری. هر اتفاق میفته یه ساری در ابتدا یا انتهای جمله هاش هست که خیلی برام جالب بود که خب چرا میگن ساری 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 ساری. بیشتر لغت احترامه تا معذرت خواهی. ساری بیشتر یه لغت احترامه که میخوان به هم احترام بذارن و با احترام به هم میگن ساری. مثلا شما اگه تو خیابون دارین رد میشین، نزدیک میشین یه دفعه به یه نفری که ممکنه بهش بخورین یا اصلا از بغلش، این خیلی با احترام مثلا میگن ساری، سری مثلا مسیرشون رو عوض کنن. یه چیزی که آدم یکم تعجب میکنه، مثلا ساری رو، واژه ساری برای ما به معنی معذرت خواهیه، ولی بیشتر اینجا از نگاه احترام از واژه ساری استفاده میشه. قشنگ اون معذرت هم پشتش نمیشه. به تجربه هم داشتیم هفته اول در مورد اون فیلم برداری از بچه‌ها. آره. اون خیلی تجربه جالبی بود. شاید اینم بشه واقعا به عنوان یکی از نکات جالب در واقع ازش یاد کرد. من زنگ زدم به مامانم، اون موقع ها با ایمو زنگ میزدیم. زنگ زدم به مامانم، بعد ما رفته بودیم پارک، بعد داشتم به مامانم پارک رو نشون میدم که این مثلا اینجاست اینجاست. بعد توی زمین بازی بچه ها بودیم و ساعتی بود که زمین بازی هم خیلی خلوت بود، شاید مثلا دو سه تا بچه کلن توی زمین بازی بودن. بعد من داشتم نشون میدادم که مثلا اون بچه ها دارن بازی میکنن، اصلا مشخصا بچه ها رو هم خیلی نشون نمیدادم، بیشتر داشتم اون فضا رو نشون میدادم. ولی مادری که از اون بچه ها به من معترض شد که چرا داری از بچه من فیلم میگیری؟ و من بهش توضیح دادم که من فیلم نمیگیرم، ولی به هر حال خانم قانع نشد و گفتش که من نمیخوام اصلا بچه من توی تصویر باشه. و من اینو فهمیدم که خیلی روی این قضیه، مخصوصا روی بچه ها، روی عکس برداری و فیلم برداری از بچه ها حساسن. منظور از بچه ها که آدم هیچ وقت از بچه کسی فیلم نمیگیره، ولی منظور لیلا اینه که وقتی یه کادر دوربین رو میذاریم که یه بچه توشه، اون بچه نباید مثلا تصویرش رو کادر دوربین ما بیفته حد امکان، و اگه بیفته ممکنه که مثلا مادر پدرش نه کمی اعتراض بخوام بکنم. و اینا میگم اگر اجازه بگیریم، خیلی از اوقات اجازه میدن. مثلا من وقتی که توی پارک جای میخوام پسرم عکس بگیرم، خب خیلی از اوقات بچهای دیگه هم هستن توی اون عکسه، و مثلا اگر اجازه بگیرم ازشون، تا حالا برام پیش نیومده که مخالفت بکنن، ولی همیشه اجازه میگیرم.
آره دقیقاً.